به برنامه کابل فنس فود چلنج. دوست عزیز سلام علیکم، خدا کنه جور صحتمند و سرحال باشین. عزیزای دل، امیدوار هستم در کنار فامیل های محترمتان شب روز خوب و خوش را سپری کنین. عزیزای دل، برنامه کابل فنس فود چلنج یک برنامه رقابتی است که غذایی را که برشون در نظر گرفتیم در ظرف 8 دقیقه باید امو غذا را مکمل بخورد. در صورتی که تمام غذا را مکمل خوردن برنده 10,000 افغانی پول نقد میشن، و در صورت که اگر هر دو اشتراک کننده تانستن مکمل غذا را در ظرف 8 دقیقه بخورن، او وقت 10,000 تقسیم دو میشه و فی نفر 5,000 افغانی جایزه میگیرن. و در صورت که اگر نتوانستن هیچ کدام برنده شوند، طبعا جواب معلوم است، جایزه هم نمیگیرن. خب حالا از پرودیسر برنامه خواهش میکنیم بیاین و بگوین که کدام غذا را بر ما آماده کردن و چند مصرف شده در این برنامه. همتان عزیز سلام، خدا کنه که جور صحتمند باشین. خسرو جان سلام، خوب هستین؟ بخیر، زنده باش، سلامت باشی. قسم خسرو جان به شما گفت، به برنامه کابل فنس فود چالش خوش آمدین. امروز ما نبرد میان ربانی جان و میلاد جان داریم که شما با چهرهشون آشنایی دارین. نام خدا ربانی رخ مردم، ربانی چی صدا میکنن؟ ربانی پرخور شکمبو صدا میکنن که در هر سفر، در هر جایی که میرم ربانی جان از کل بچه ها که زیاد میناله در باره شکم خود. قسم که شما در سر میز تمام مواد میبینین، مواد ما امروز البته خوراکی ما امروز پایین تر از 1500 افغانی شده. ما در پیسه بسیار کم مواد غذای بسیار زیاد برای دو اشتراک کننده تهیه میکنیم دیگه. ما برای شما غذا را تشریح میکنم که چی هست. ای چی هست خسرو؟ پفک هست. گیره هر رقم آدم به احتیاط هم که بخوره بسته لبایش ریش دستاش هست چی میکنه؟ سرخ میکنه دیگه. از همه که مهمتر غذای اصلی ما کمرود هست قابلی ازبکی ملنگ پلاو هست. ملنگ پلاو نام خدا میبینی روانی؟ چند خوراک؟ دو خوراک قابلی هست. بگفته خودت یک سطل ماز ملنگ پلاو یک سطل ماز داریم، اما یک کاسی بسیار کلان فیرنی داریم، فیرنی وطنی دیگه. 4 گلاس نوشابه داریم و 3 دانه مالته داریم. کیره در ظرف 8 دقیقه یا میلاد جان یا ربانی جان اگه خوردن صاحب 10,000 افغانی میشن، اگه نخوردن دیگه چی کنیم که تازه که نخوردن؟ هیچ. از پیش از همیا پیسی نام نگیریم. خب پیسه گفتیم خسرو جان. و اسپانسر از این برنامه ما یک خواهر ما هستن که نگفتن که از کجا و نخواستن که نامشان رو بگیریم. امروز اسپانسر شدن. اگه شما میخواین دوست عزیز شماره واتساپ ما هست، تماس بگیرین و اسپانسر برنامه ما شوین. خود دوست عزیز ببینیم که ربانی و میلاد چی چلنج به هم دیگه داده. تصویرها رو با هم میبینیم و دوباره میاییم. ربانی، هیچ چیز از دست نمیه، بیاز از خلای بدل هستی، بدل هستی خودت هم، هیچ چیز از دست نمیه. انشاءالله با توکل خدا میبرم. دیخی خاطر جمع دیگه، هیچ ضرور نیست که دیگه تو شکمک تا خراب بسازی. یارم پیسر دیم بالا جیب لالایت بان خیر خلاص، برسون خانه. از همینجا میگمد که مسابقه را میبرم و بروتای دسترت کل میدم. من را میبینه این همه که بروتا را فهم میتونه که میگه اصلا نیست من هستم. میبریم؟ نه چیز نیست میلاد من. خدا یارتان تو تشویق کنیم که بیادر نفر زوف کنه اونم اونجا. خب میدیم؟ زنده باد. زنده باد. زنده باد.
دوست عزیز بسته تصویری دیدم واقعاً بسیار اخطارهای جدی بود. بر خودم بسیاری مسابقه مهم شده به خاطر از اینکه دیج برنامه ما قدر جدی نبودن و میلاد قلعه پتو و ربانی قلعه بدل از دو قلعه مختلف با هم دیگه چلنج دادن و خیلی هم جدی هستن و از هر کدامشان هم طرفدارای منطقهشان آمدن، هوادارایشان همراهشان است. ازشان تقاضا میکنیم بیاین. بفرمایید دوستا بیاین. ربانی صاحب خوش آمدین. میلاد جان قلعه پتو بفرمایید. بفرمایید خوش آمدین به برنامه. شما هم خوش آمدین. سلامت باشین. زنده باشین. سلامت باشی. بخیر باشی. سوال اول میخوایم از ربانی جان قلعه بدل داشته باشم. ربانی جان یک سوال که به من بسیار جالب بود تا حالا ازت نپرسیدم، میشرمیدم، این حال ازت میپرسم. اجازه است؟ اجازه است. چرا قلعه شما رو قلعه بدل میگن؟ ولی از این سابقه همه تو نام ماندن که هموز یک قلعه جور کرده بودم به نام قلعه بدل همه تو مشهور ماند تا فعلاً. دیگه دوستای نازنین سلام برسم، امید که خوب باشین، هر جای دنیا هستین همه تو خوش و خوشحال شاد باشین. دیگه امروز هستیم در این برنامه دیگه که لالا میلاند زنده باد ربانی. هوادارای سرسخت داره میایم سر میلاد قلعه فتو ببینیم که میلاد قلعه فتو برای ربانی قلعه بدل چی گفتنی داره. ما کدام گفتنی خاص ندارم دیگه، بخیر مسابقه را شروع میکنیم ببینیم کی برنده میشن. دیگه سلام تقدیم هموطنای عزیز میکنم، در کجای دنیا هستن جور صحت سلامت باشن. دیگه آرزوی موفقیت بر حریفم میکنم، بر خودم هم بر حریفم هم، ببینیم کی برنده میشن. حریفتان یک گپ زده بود، یک لحظه حریفتان یک گپ زده بود، گفته بود در صورت برنده شدن ما از میلاد قلعه فتو را بروتایش خوش کل میکنم. سلمان هم هستی؟ خب، هوادارای میلاد چی گفتنی داره؟ از اصلا شیه چیز نمیه، سوی تخصیص نان پرکی برای قاط قاطش میکنم. ما خستی. تو چی گفتنی داری؟ پشتنی از هر کار که باشم مخونم در پشت نزی هست. در پشت هستی نه؟ دول کشال خود چی کدم میکنم؟ زورش نمیرسد اما شاخش در زمین به آسمان بخور نمیرسد. بیشک این تا وادار داشته با کاش که ما هم یک چهار نفر وادار میداشتم. گپایشو نشینیدین بچه نه؟ یک دقیقه دوستا گپایشو نشینیدین نه؟ اینال چی گفتنی داری از این چیچه؟ چپس وارا قاتش میکنم. میلاد هیچ چیز هم نیست که تو استاد ربونی خودم میزنه، اما هیچ چیز هم نیست که تو استاد ما خودم میزنه. میلاد قاخرده چیز نیست استاد ربونی، ما اگر بخوایم که نان بنام بره قرط نکنه برد. میلاد میشه مرده و از ده تای میلاد هش کم استاد ربونی شده. میلاد چیه از تغذی بارز خیلی؟ اما گفته ایندیا میگه واوا کیا باته تم گالی دی رهی یا تعریف که میگه تو دو میزنی یا تعریف میکنی یا لیمی توی همین طرف دارایت نمیگی که شما بابا توین میکنه یا طرف داری میکنه. میگه ده تا از ویدش کم از این جای میشه. خیره بچه هستن دیگه میگن یک آن چیز ببخشون از علاقه مندی زیاد هست. خب بازم بردویتان خوش آمدید میگم به برنامه کابل فنس فود چلنج. خوش آمدین اردویتان. آماده هستین؟ غذا بدل تانه است، هر دو چیز مساوی است، هر دو غذا، غذا را همکار ما معرفی کرد، هر دو غذا مساوی کاملا، کدام اعتراض نداریم. پس آن که باخت باز نگوین از ما کم بود یا زیاد. کی گفت که ما میبازیم؟ او بدن؟ نه، هر دوی تانه من میگم، کسیم نمیگم. خب، دوست عزیز، همه تو که گفتم در اول برنامه 8 دقیقه تایم دارن، در این 8 دقیقه در صورت که بتانن مکمل غذای خودان رو بخورن مبلغ 10,000 افغانی جایزه نقد دارن و در صورت که هر دویشان اگر بخورن تمام غذا را، یعنی هر دویشان برنده شوه 10,000 نصف میشه و فی نفر 5,000 افغانی میرسه و در صورت که نتانن ببرن طبعا جایزه هم نیست. خب، آماده هستین؟ آماده؟ خب 3, 2, 1 گفتم شروع میکنی. آماده است؟ 8 دقیقه تایم داری. خب 1 دقیقه نخوری حالا. قبل از شروع برنامه یک تشویق کنی همین نفرتان که جان بگیره. زنده باد ربانی. شما هم یک تشویق کنی. زنده باد میلاد.
ضعیف بود اگه تشویق کنم. خب خیر مزاق کنم. آزارتان میتونم. طرفدارایتون خیلی سرسخت است. خب آماده باشین. تایم شروع میشه. 3, 2, 1. دوست عزیز، رقابت بسیار جدی بین دو اشتراک کننده ما، میلاد قلعه فتو و ربانی قلعه بدل. دلیلش هم نمیفهمم، میگه سابق همین هم بوده قلعه بدل. قلعه فتو را من دقیق نمیفهمم مانایش چی هست. کمونتا اردویشان دمو قلعه خودان، قلعه خودان بسیار زیاد طرفدار دارن، طرفدارای خاص خود دارن. و ببینیم که این رقابت تنگا تنگ که دو نفر میخواین پیش ببرن، بالاخره کی میتونه پیش ببره. ربانی خو بسیار یک گپ خطرناک برای میلاد قلعه فتو زد. ربانی قلعه بدل بر میلاد قلعه فتو گفته که در صورت برنده شدنم بروتایت خوش کل میکنم، و در جوابش میلاد قلعه فتو برش گفت که تو سلمانم شدی. خب دوست عزیز، یا راستن اردویشان از برنج و گوش شروع کنن دیگه، خدا خیرشان پیش بیارن. البته میتونستن به دل خود از دیگه چیزا هم شروع کنن، منتها ما کار نداریم، به خاطر از اینکه خودشان میفهمه و صلاحیتشان که کدام غذا را اول میخورن، کدام را پسان میخورن، نظر به میل دلشان. او بیشک بیشک سایکل لغمه را هر لغمه به خدا تشویق کنه، تشویق کنه دوستا، تشویق 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 تشویق. بسیار مطلوب دوستا، زنده باد ربانی. این رقم خوردن که میکنه دوستا واقعا خیلی کم کسا میتونه. اینو یام میگه من کم نیستم، یام شروع کرد فیرنیر دوستا یک رقم میخورن دیگه. کمت ببینن اشتیایتان میایه، و فکر کنم اینو یک غوری را دمی ظرف یک دقیقه باید خلاص کنین، به خاطر از اینکه تایم برنامه کم است، و خدا کنه که بتونین برنده مبلغ 10,000 افغانی شوین. تشویقشان کنین دوستای شما. دوستا تا همون 2 دقیقه و 4 ثانیه برنامه سپری شده، و ببینیم که آیا خدا از یا میتونم خوب برنده شوند. میلاد ربانی اینو خلاص کرد، گوری رو میلاد ربانی خلاص کرد. زنده با بسیار ممنون دوستا، ربانی خلاص کردم. میلاد قلعه فتو کوشش خود داره که پسمان نشه. واو، یک تشویق ربانی رو، ربانی خلاص کرد، ربانی خلاص کرد، ربانی خلاص کرد. اینال یکی رو پای پاک کرد، نام خدا اینو دماز شروع کرد. واو واو واو، بسیار خطرناک میخوره، خدا نجات بده از رقم خوردن دیگه. دوستا اینو 3 دقیقه چیز کم 3 دقیقه سپری شده، و وقتشان استاستا روی به کم شدن است، و خدا کنه بتونن به خوبی از این وقت خدا از این 8 دقیقه که دارن خوب بتونن استفاده کنن و خوب پیش برن. 3 دقیقه و 7 ثانیه ثانیه در گذرت کوشش کنین از هر ثانیه استفاده کنین تا که بتونین جایزه برنامه را از آن خود بسازین. او خطرناک بخواد قلعه فتو میلاد ماتم خلاص کرد. میلاد خیلی چلنج خطرناک، و واقعا این رقم چلنج خطرناک روی در روی که این دو نفر به هم دیگه داده بسیار خطرناک هستن. میلادم دست کم نیست، میلادم خوب پیش میره دیگه، دو آخر معلوم میشه کی میتونه پیش میره. واو واو، زنده باد، یک تشویق دیگه هم اینو ایرم خلاص کرد. میلادم کم مونده، اینا از خود خلاص میکنه. ماسه مکمل خورد دوستا، ماسه فکر کنم 1 نفس خورد، و خدای خیلی آدم خطرناک بود، ما خبر نداشتیم. آفرین، اینو تشویقش کنین، شما هم تشویق کنه که یک چیشم پیشرفت کنم. دوتا 4 دقیقه سپری شده، و فقط 4 دقیقه دیگه وقت دارن. خدا کنه دیگه 4 دقیقه دیگه بتونن که هر چی زودتر غذاهای باقی مانده خودانو بخورن. وقت بسیار کم دارن و باید کوشش کنن بسیار سرعت بالا برن. 4 دقیقه و 30 ثانیه ثانیه در حالت گذر است، و چلنج خیلی خطرناک هم به هم دیگه دوستا دادن. تشویقشان کنید، تشویق تشویق. زنده باد، زنده باد.
خیلی خوش خوبه دارد پیش بره ببینیم که آخرش به کجا میرسه و میلاد آیا میبره یا ربانی هنوز 3 دقیقه دیگه داریم 3 دقیقه دیگه تا پایان مسابقه داریم دوستا این 3 دقیقه بعد معلوم میشه که کی تانسته ببره براتون گفته باشم 3 دقیقه دیگه تایم دارین و بعد از 3 دقیقه باز نگوین که مرد نگفته بودین که تایم روی به خلاصی است تشویقشان کنین دوست عزیز رقابت دو دوست دو همکار البته دو همکار خیلی صمیمی یکی دیگه هستن و بعضی چلنجایی که دادن ببینیم که میلاد در میوه شروع کرده منطقه ماست خود هنوز نخورده ربانی ماست خود مکمل خلاص کرده و از میلاد فرنیش خیلی کم مونده شاید یک لغمه دیگه اگه بزنه لغمه صحیح باشه فرنیش خلاص شد به میوه شروع کرد و ربانی هم به خوردن پفک خود امرای نوشابه همه چون پفک تال کرد نوشابه خورده این دوستا یا نه خب میلاد جان اونو پوست کردنش وقت نگیره ما البته رقابت همی رقم است که باید هیچ چیز دست نخوره و از قاشق و چاقو و چیزا استفاده نشه خودشان به طریق خود باید پوست کنن به طریق خود به استایل خودون بخورن که ده او دقیقه مغزشان چی تصمیم میگیره و چی رقم عمل کرد میداشته باشن او رو ما دست خودشان ماندیم دوستا البته 6:33 است و فقط بسیار تایم کم باقی مانده تا ختم برنامه ببینیم که در این وقت کم چی کار میتونن کنن و تا کجا میتونن پیش برن میلاد دیگه خیلی خطرناک مقصد میلاد مار چرید نگیره خیلی خطرناک پیش رفته میلادم و تا ختم برنامه فقط 1 دقیقه آخر مکمل تشویق کنید میلاد ربانی میلاد ربانی 1 دقیقه تا ختم برنامه آخرین دقیقه که داریم آخرین ثانیه دوستا آخرین ثانیه آخرین ثانیه آخرین ثانیه آخرین ثانیه به ختم برنامه نگفته نمونه دوست عزیز فقط چند ثانیه دیگه وقت دارین دوستا فقط آخرین ثانیه ها 20 ثانیه دیگه تا ختم برنامه دوستا 20 ثانیه تا ختم برنامه آخرین 20 ثانیه که دارین 10 ثانیه دیگه فقط 10 ثانیه دیگه تشویقش کنین 10 ثانیه رو مکمل تشویق 1 2 استاپ پایان برنامه یک تشویق خوب محکم مردی ایشانه میلاد میلاد ربانی بسیار مفتون اردیشان بسیار عالی بود واقعا اردیشان عالی بودن هم میلاد هم ربانی ربانی رو میبینیم که ماس خود من متوجه بودم دمی یک نفس مکمل شب کرد و همچنان فرینی خودم تقریبا در ظرف 1 دقیقه خورد یک نوشابه خودم خورد و از غذاهای دیگه خودم استفاده کرد و میلاد هم نگفته نمونه که خوب پیش رفته یک لغمه کم تقریبا این رو خلاص کرده و از ماز ایچ نخورده ماز خوده و نوشابه هم یک گلاس خورده یک کم در پایانش مانده دیگه برنج هم زیاد خورده و 2 دانه مالته خورده خودت یک مالته خوردی یا هم یک مالته خورده خب بسیار اردوی تان عالی بوده مگر متاسفانه نتونستین یکی تانو برنده شوید وقت کم بود یک لحظه کوشش خود کردیم بسیار وقت ما کم بود دیگه زود پورا شد وقت چی گفتنی داری؟ گفتنی دیگه نداره مسابقه از برد باغ داره دیگه انال انال مسابقه را نتونست بردنی چی گفته بود گفته بود ریش خوش بروت خوشکل میکنم انال مجبور خود از سلمونی ببریم ریش خوشکل کنیم انال سنجش کی زیاد خوردن ام انال هم برد از ما است ده حساب زیاد خوردن ما برنج با زیاد خوردیم وی فرنی چی هست اک فرنی نمیال یک دقلق میمه خلاص میشه فکر کن فرنی رو خلاص کردیم
ما هم خوردیم لالای ما بغل قودی رسای کن. یک دقیقه دوستا از این طرف دارایتان یک گپ بزنن که چی میگن، چی گفتنی داری؟ والا گفتنی دیگه ندارم، خب میلاد زیاد خورده دیگه. از کجا فهمیدی؟ والا از کجا فهمیدم، خب برنج شما معلوم میشه و از مالته شما معلوم میشه، از ماس شما معلوم میشه. ماس نه، ماس فعلا نخورده، خب فرنی شما معلوم میشه. شما قضاوت کنین دیگه، چی گفتنی داری؟ استاد ربانی دیگه فعلا ببینین که زیاد خورده، اگر وقت زیاد میبیره تا امو خدا استاد میلادم خوردن. اما چیز خورد، برنج خورده، پاپراک خورده و انشالله برنده است. خب برنج چرا کم خوردم؟ رخ دانی خطا کشکلک نه. چی میگه؟ بچ نسه او سعی کنم خدا چقدر خورده او سعی کنم خدا چه خورده او سعی کنم مرخ دانی خطا کشکلک نه. این شور نخورده. دوستا رقابت جدی بود و متاسفانه که نتونستن یکیشانم ببرن و غذا زیاد تشمان و اگر شاید یک کم زیادتر کوشش میکردن میتونستن مکمل کلش بخورن. خود دوست عزیز دیگه کدام گفتنی ندارین؟ شما به هموطنهای عزیز چی گفتنی داری؟ دوستا قربانتون، همتون افتخار ماستین. به هوادارای چی گفتنی داری که قضاوت کشیدن؟ قربانشان، آفرینشان، تشکری. البته برای کل از اینا ما یک خوراک کباب از طرف تیم کابل فنس جایزه میتونم بخاطر که بسیار خوب تشویقتان کرد. برای همه هوادارای خودتان، از خودتان خفه نشن. سعیز کباب میخورین؟ چیز دیگه هم اگه اشتیا داریم بگویم؟ نه ایره خیلی بینی خسرو جون، بخاطر که ما ایجا میخوریم نان دل از یا او نشده که بایدش که همکای از یا هم چرب شوه. تیم کابل فنس همیشه توجه خود به خوردترین موضوعات میگیره و کش میکنه. همی آدیانس که از کسایی که آمدن میمان ماستن، از همیشان میمون نوازی میکنیم. زنده باد کابل فنس، زنده باد ربونی. خودت کدام گفتنی به هوادارهایت داشته باشی؟ کدام گفتنی خاص ندارم، هر جای هستن جور آرام باشن و تو خوش خندان باشن همیشه وقت. سلامت باشی. دوست عزیز که بیننده برنامه ماستین از کابل فنس فود چلنج، اگر برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنین و عضو فامیل ما شوین. همچنان نظریاتتان بر ما خیلی مهمه، تک تک نظریاتتان میخونیم. درباره برنامه با ما کامنت کنین نظریات خودتان و برنامه را لایک کنین، ممنون میشم. خب این بود برنامه کابل فنس فود چلنج. دوست عزیز تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدارتان. یک تشویق.